سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز رئیس انجمن کلینیکال انکولوژی با بیان اینکه میزان ابتلا به سرطان خون به خصوص در کودکان شایع است گفته یکی از دلایل سرطان خون در اطفال بنزین غیر استانداردی است که در کشور وجود دارد دکتر محمد رضا قوام نصیری گفته سرب باعث تحریک مغز استخوان می شود که در نهایت سرطان خون را در پی دارد و تصریح کرده دولت مردان باید فکر اساسی در مورد پیشگیری تشخیص زودرس و درمان های صحیح این بیماری داشته باشند دکتر نصیری همچنین به شیوع رو به افزایش سرطان دستگاه گوارش در ایران اشاره کرد و علت آن را مصرف مواد غذایی ناسالم و عادات نامطلوب غذایی دانست علیرغم هشدار وزارت کشور به گروه انصار حزب الله برای فعالیت بدون مجوز عبدالحمید محتشم دبیر کل انصار حزب الله از آغاز رسمی گشت‌های ارشاد با چهار هزار نیرو در ایران خبر داد به گفته سه هزار زن و هزار مرد زیر نظر ائمه جماعت مساجد و روحانیون آموزش دیدند و در این گشتها حضور خواهند داشت. آقای محتشم هدف از تشکیل گشت های ارشاد را منکوب کردن مفسدین و حامیانشان اعلام کرده است. وزارت کشور از ترگیری فعالیت های میدانی انصار الله را منوط به مجوز وزارت کشور دانسته است. انصار حزب الله با انتشار بیانیه ای اعلام کرده برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به مجوز نیاز ندارد. دولت نروژ اخیرا تعدادی از دانشجویان ایرانی را که در رشته‌های مرتبط با تکنولوژی اتمی تحصیل می‌کردند اخراج کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دیدار با خانم اودیس نورهیم سفیر جدید نروژ در جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از اقدام دولت نروژ گفته است اخراج دانشجویان ایرانی بر افکار عمومی و محافل دانشگاهی ما تأثیر منفی داشته و این مسئله به ضرر نروژ است و لازم است این کشور از ادامه این روند جلوگیری کند خانم نورهیم هم گفته به دنبال راهکاری برای حل این مشکل است و ابراز امیدواری کرده که تمهیداتی ایجاد شود که دانشجویان ایرانی در آینده دچار مشکل نشوند مهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اعلام اینکه روزها هیچگاه قابل اعتماد نبودند به دولت حسن روحانی نسبت به فسخ قراردادهای اقتصادی از سوی مسکو هشدار داد وی روزها را بازیگران ماهری خوانده که طی چهار گذشته از اعتماد ایران به اشکال مختلف سوء استفاده کردند و حالا که مورد غضب آمریکا و غرب قرار گرفتند به صورت تاکتیکی دست یاری به سوی ایران دراز کردند نماینده مجلس به دولت حسن روحانی هشدار داده به گونه‌ای با این کشور بازی کنند که بتوانند دست پیش را داشته باشند اظهارات این نماینده مجلس بر است که چندین قرارداد کلان اقتصادی میان جمهوری اسلامی و روسیه با هدف مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب علیه دو کشور منعقد شده است. آمانه آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواست به تعهدات خود برای شفاف سازی برنامه اتمی گذشتش پایبند باشد. در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که ده روز پیش منتشر شد، جمهوری اسلامی متهم شد که به همه پرسش های این نهاد در فرصت تعیین شده پاسخ نداده است. سه هفته بعد از اتمام مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پامات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای خود یوکیو آمانو میگوید که ایران هنوز به دو تعهد خود برای شفافسازی برنامه هسته‌ایش عمل نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه مدیر کل آژانس در گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ایران هنوز به دو تعهد از پنج تعهدش برای شفافسازی برنامه هستهیش عمل نکرده است. به گفته وی برای حل تمامی موضوعات باقیمانده مهم است که جمهوری اسلامی در عمل و به موقع توافق با آژانس برای پاسخگویی به موارد لازم را برای شفافسازی برنامه هستهای خود انجام دهد مدیر کل آژانس در ادامه گفت با وجود تعهد قاطع مقامات عالی جمهوری اسلامی و ابراز تمایل این کشور برای حل موضوعات مانده با آژانس این اتفاق رخ نداده است جمهوری اسلامی موافقت کرده بود که پیرامون پنج موضوع مطرح شده از طرف آژانس پاسخگو باشد موضوع آزمایش چشنی های انفجاری و شبیه سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هستهی دو موردی است که به گفته یوکیو آمانو هنوز از سوی جمهوری اسلامی درباره آنها شفاف سازی صورت نگرفته است بر اساس گزارشی که آژانس سی اردیبهشت منتشر کرد جمهوری اسلامی متعهد شده بود که در خصوص مبادرت به انفجارهای پرقدرت از جمله در مقیاس بزرگ همچنین ارائه اطلاعات و توضیحات مربوط به مطالعات صورت گرفته و یا مقالات منتشر شده در ایران در رابطه با شبیه سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هستهی و محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آنها در موارد فشرده توضیح دهد. قبلا آقای آمانو گفته بود که توضیح جمهوری اسلامی درباره چاشنی های انفجاری استفاده از آن در حوزه نفت و گاز بوده است استدلالی که ظاهرا آژانس را قانع نکرده است سه موضوع دیگر از میان اقدامات پنجگانه مربوط به مراکز تحقیقات ساخت و منتاج سانتریوفیوژ ها همچنین راکتور آب سنگین عراک است خبرگزاری فرانسه میگوید که بعد از سالها تعلل جمهوری اسلامی نهایتا در اردیبهشت ماه یک محل از دوازده محل مشکوک به مبادرت برای آزمایش چشنی های انفجاری را به آژانس نشان داد و قول داد که در مورد دو مورد دیگر اطلاعات لازم را به آژانس بدهد با این حال یوکیو امانو میگوید جمهوری اسلامی از ارائه اطلاعات جدید تا پایان سوم شهریور ماه امتناع کرده است آمانو میگوید که ایران قرار بود دیگر اقدامات خود را تا روز 11 شهریور انجام دهد که باز هم تعلل کرده است این در حالی است که رضا نجفی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس هفته گذشته اعلام کرد به این نهاد اطلاع داده است که پاسخگویی تا روز سوم شهریور برای جمهوری اسلامی مقدور نبوده و لازم است که تا اواخر ماه جاری میلادی مذاکراتی پیرامون این موضوع میان ایران و آژانس انجام بگیرد یکی از موضوعات مورد مناقشه ایجاد امکان بازرسی آژانس از پایگاه نظامی پارچین است که جمهوری اسلامی مزنون به انجام آزمایش های پیرامون چشنی های انفجاری قوی در این مکان است جمهوری اسلامی یک بار در سال 2005 اجازه بازدید از این محل را داده بود اما آژانس میگوید که به اطلاعات جدید دست یافته است و باید دوباره از این محل نمونه برداری شود ناتمام ماندن پاسخهای جمهوری اسلامی به آژانس در حالی است که تیر ماه سال جاری قرارداد شش ماهه هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی برای چهار ماه تمدید شد و سوم آذر ماه به پایان خواهد رسید کشورهای عضو ناتو تحت رهبری آمریکا در غرب اوکراین رزمایش نظامی خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری ها 15 کشور و 1300 سرباز در این رزمایش شرکت کردند. آلفرد رنزی یکی از افسران ارشد ناتو هدف از این رزمایش را انجام تمرین های نظامی برای برقراری صلح اعلام کرده است. مقامات بلندپایه روسی به رزمایش ناتو اعتراض کردند. الکسی پوشکوف یکی از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در صفحه توییتر خود نوشته است برگزاری این رزمایش یک اقدام غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز است. هفته گذشته نیز ناتو در دریای سیاه رزمایش نسیم دریایی را برگزار کرد. رزمایش اخیر ناتو که در 1200 کیلومتری کانون درگیری ها در شرق اوکراین برگزار می شود تا 26 سپتامبر ادامه دارد. سازمان ملل متحد با صدور یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد بحران در منطقه عملیاتی نیروهای ناظر بر آتش بس میان نیروهای سوریه و اسرائیل در بلندی های جولان به خامت بیشتری پیدا کرده است در این بیانیه تاکید شده است پیشروی گروههای مسلح ناشناس در منطقه موجب بروز خطرات امنیتی شدیدی برای صلحبانان سازمان ملل شده است استقرار نیروهای صلحبان سازمان ملل متحد در بلندی جولان به سال 1974 باز می گردد که در پی برقراری آتش میان سوریه و اسرائیل و به موجب قطنامه از سوی شورای امنیت ماموریت نظارت بر آتش بس را به عهده گرفتند. در حال حاضر نزدیک به 1223 نیروی صلحبان سازمان ملل در بلندی های جولان حضور دارند. خبرگزاری البغدادی نیوز از حمله شیمیایی گروه تروریستی داعش به زلوعیه در جنوب تکریت خبر داد. در این حمله که اصر روز دوشنبه با موشک های حاوی گاز کلور انجام شد، بیش از 60 تن دچار خفگی و مسمومیت شدند. اهالی زلوی خواستار اقدام فوری دولت برای رساندن مصدومان این حمله به بیمارستان های بغداد شدند. منطقه زلوی در جنوب تکرید نزدیک دو ماه است که توسط نیروهای داعش محاصره شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده حاضر به بحث و جدل با جمهوری اسلامی درباره کمک به مبارزه با گروه داعش نیست. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه و پس از خروج از بیمارستان گفت درخواست واشنگتن برای همکاری جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی را رد کرده است. ایالات متحده احتمال هر گونه همکاری نظامی با جمهوری اسلامی در قالب اطلاف علیه گروه داعش را منتفی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز جنساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اگرچه یک بار دیگر تاکید کرد که دیپلمات های دو کشور در حاشیه گفتگوهای اتمی خود درباره بحران عراق نیز بحث کردند اما گفت که درباره مذاکرات دیپلماتیک چیزی را افشا نخواهد کرد او در این حال انجام گفتگوهای جداگانه با جمهوری اسلامی در خصوص عراق را منتفی ندانست و افزود که داعشی ها تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی و منطقه هستند. خانم ساکی با اشاره به گفتگوها با جمهوری اسلامی در زمینه گروه داعش گفت من قصد ندارم به جزیات هر یک از گفتگوهای سیاسی بپردازم اما بگویم که در حال همکاری نظامی نیستیم و نخواهیم بود. وی ای با این حال افزود قرار است اواخر این هفته در نیویورک گفتگوی هسته ای را ادامه بدهیم و شاید فرصت دیگری باشد تا در آینده در هواشی جلسات در مورد عراق هم بحث کنیم. بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ساعتی پس از سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسائل عراق منتشر شد. آقای خامنه ای که پس از مرخص شدن از بیمارستان سخن می گفت اظهار کرد که آمریکا از جمهوری اسلامی درخواست گفتگو و همکاری نظامی در عراق را کرده بود اما او با این خواسته مخالفت کرد او همچنین با پوچ توخاری و جهتدار توصیف کردن سخنان مقام های آمریکایی درباره تشکیل اطلاف بین المللی برای مبارزه با گروه دولت اسلامی گفت حرکتی که در عراق انجام شد و کمر داعش را شکست کار آمریکایی ها نبود بلکه کار مردم ارتش و نیروهای مردمی عراق بود این سخنان رهبر جمهوری اسلامی و واکنش وزارت امور خارجه آمریکا به آن در روزی منتشر شد که رهبران و مقامهای های ارشد آمریکا فرانسه عراق و ده ها کشور دیگر جهان برای بررسی نحوه تشکیل اطلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی در پاریس گرد هم آمدند از جمهوری اسلامی و سوریه دیگر همسایه عراق برای شرکت در این نشست دعوت نشده است در همین راستا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز پس از نشست المللی امنیت عراق در پاریس گفت بحث در این زمینه با جمهوری اسلامی سازنده نیست آقای کری گفت او درباره برداشت ایرانی ها از بحث هایی که صورت گرفته یا نگرفته است هیچ ایده خاصی ندارد. هفته گذشته ایالات متحده و برخی دیگر از کشورها با حضور جمهوری اسلامی در نشست بینالمللی امنیت عراق در پاریس مخالفت کردند. فرانسه پیشتر آمادگی خود را برای میزبانی از جمهوری اسلامی در این کنفرانس اعلام کرده بود. اما وزیر امور خارجه آمریکا حضور تهران در این کنفرانس را مناسب ندانسته بود رئیس جمهوری عراق نیز در گفتگو با خبرگزاری آسوشیت پرس از حضور نیافتن جمهوری اسلامی در نشست پاریس انتقاد کرده بود در همین حال رهبران و دیپلومات های بیش از سی کشور توافق کردند که همه اقدامات لازم را تا حد مرز مداخله نظامی برای مقابله با تهدید دولت اسلامی انجام دهند این توافق روز دوشنبه در نشست پاریس حاصل شد به دنبال این گفتگوها لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که دولت اسلامی به هیچ وجه یک دولت نیست و نماینده اسلام هم تلقی نمی شود او گفت دولت اسلامی جنبش خطرناکی است که همه کسانی که در این نشست حضور دارند باور دارند که باید آن را محو کرد فابیوس همچنین تاکید کرد که در مقابل این جریان راه دیگری جز دفاع از خود وجود ندارد و این چیزی است که جامعه جهانی به آن وادار شده است ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق نیز از شرکت کنندگان در این نشست به خاطر حمایتشان تشکر کرد در پایان این نشست بیانیه ای صادر شد که نمایندگان 26 کشور به همراه اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و سازمان ملل آن را امضا کردند در این بیانیه از ارسال کمک های انسان دوستانه به شهروندان سوری و عراقی به رهبری سازمان ملل متحد حمایت شده است آنها همچنین تاکید کردند که از دولت جدید عراق برای مبارزه با شبه نظامیان داعش حمایت خواهند کرد این کمک ها بر مبنای نیاز دولت عراق و قوانین بین‌المللی بدون به خطر انداختن امنیت شهروندان ارسال خواهد شد. نشست پاریس صبح دوشنبه 15 سپتامبر با موضوع همیاری جامعه جهانی در رویارویی با داعش در عراق و سوریه آغاز به کار کرد. وزیران خارجه سی کشور در این کنفرانس حضور داشتند. جمهوری اسلامی و سوریه در میان مدعوین نبودند. فرانسا اولان در سخنرانی افتتاحی این نشست تاکید کرده بود که مقابله با داعش مستلزم توجه به آینده سوریه است فاد پیش از افتتاح نشست عنوان کرد که انتظار داشت جمهوری اسلامی نیز در میان جمع باشد گفتنی است دومین نشست فوری در بحرین برگزار خواهد شد تا در آن راه‌های قطع جذب کمک‌های مالی و انسانی از سوی نیروهای داعش بررسی شود تاریخ نشست هنوز مشخص نشده است اما انتظار می رود که پنجاب و یک کشور در نشست آتی شرکت کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه بر ضرورت جمعوری سلاح در دست شبه نظامیان مسلح در لیبی برای برقراری ثبات و امنیت در این کشور تاکید و از وجود یک بازار سیاه فروش اسلحه در این کشور خبر داد. در خبر دیگر مرتبط با لیبی، انبار مهمات شبه نظامیان ضد دولتی لیبی در جنوب غربی ترابلوس پایتخت این کشور توسط یک فروند جنگنده بمباران شد. ژنرال هفتر مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته لیبی از زمان سرنگونی معمر غذافی دیکتاتور این کشور در سال 2011 تا کنون شاهد بحران سیاسی و درگیری های شدید مسلحانه میان گروه های متخاسم است دفتر رئیس جمهوری افغانستان از پیشرفت مذاکرات با دون... با دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خبر داد فیض الله از اعضای تیم اشرف احمد زعی گفته احتمال دارد که توافقنامه تقسیم قدرت میان دو نامزد امروز سهشنبه به امضای آنها برسد حامد کرزی روز گذشته برای پایان دادن به بحران انتخاباتی میان دو رقیب با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زعی گفتگو کرد پس از انتخابات سه ماه پیش ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله رقیب خود اشرف و م... گام های انتخاباتی را به تقلب متهم کرده بود. ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا گام های جدی تری در قبال رژیم سوریه بردارد. آنکارا میگوید با توجه به اثبات استفاده رژیم اسد از گاز کلور اقدام موثر جامعه جهانی در این باره ضروری است. میسان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه و جزئیات بیشتر. وزارت امور خارجه ترکیه در رابطه با استفاده از گاز کلور توسط رژیم سوریه بر علیه شهروندان غیر نظامی خودش اطلاعیه رو منتشر کرد و در خطاب شورای امنیت سازمان ملل متحد از این شورا دعوت کرد تا اقدامات جدیتری رو در قبال رژیم سوریه داشته باشد در این اطلاعیه که روز گذشته وزارت خارجه ترکیه منتشر کرده به این موضوع اشاره شده که رژیم بشار اسد به صورت سیستماتیک و متوالی از این سلاح مرگبار بر علیه شهروندان سوری استفاده میکنه و این موضوع از سوی کمیسیون جهانی تحقیق سازمان ملل متحد اثبات شده و این اقدام رژیم اسد آشکارا نقض قطعنامه 2118 شورای امنیت سازمان ملل متحد هستش از این رو شایسته است که این شورا به صورت جدیتری موضوع رو پیگیری بکنه وزارت خارجه ترکیه در پایان این اطلاعیه به این موضوع هم تاکید میکنه که رژیم اسد تهدیدی برای منطقه و جهان هست و اقدامات او ظالمانه و جنایت علیه بشریت محسوب میشه. بر روی جدای از این اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه موضوع استفاده رژیم اسد از سلاح شیمیایی و به ویژه گاز کلور بر علیه شهروندان غیر نظامی خودش ده ها و صد ها منتشر شده از جنگ داخلی این کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند تصاویر خفگی زنان کودکان و مردان سوری بر اثر استنشاق این گاز که تصاویر بسیار دردناکی هم هستند از سوی دیگه چندی پیش هم در همین ارتباط روزنامه بیشانیه تلگراف مدعی شده بود که جمهوری اسلام ایران هزاران بمب شیمیایی رو از چین خریداری کرده و در اختیار رژیم اسد قرار داده تلگراف همچنین عنوان میکرد که تصاویر ماهواره در این ارتباط نشون میدن هواپیماهای نظامی باری به صورت متناوب ابتدا از سمت چین به مقصد تهران و سپس سوریه حرکت کردن و این سلاح ها رو در اختیار رژیم بشار اسد قرار دادن البته از آن سو هم همواره مقامات سوری این ادعاها رو بی اساس و کس میدونن از جمله فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در اظهار نظری گفته بود که ما به تروریست ها دستگل هدیه نمی کنیم چرا که اونها با دستگل به ما حمله نمی کنن اما این اطمینان رو میدم که دولت سوریه هرگز از سلاح شیمیایی استفاده نکرده. گاز کلور مصارف شیمیایی داره اما بسیاری از شهروندان سوری و مخالفان رژیم اسد معتقدند رژیم سوریه با توجه به خاصیت سمی بودن این گاز از اون به عنوان سلاحی مرگبار در مقابل مخالفان و مردم عادی استفاده میکنه برخی رژیم ها نیز از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حمایت از رژیم بشار اسد مطرح شدن این ادعاها رو صرفا سیاسی و هدفمند عنوان کردم و در مقابل به حمایت از رژیم بشار اسد پرداختم با این همه بحران در این کشور جنگ زده تا کنون بالا بر دویست هزار کشته و ده میلیون آواره بر جای گذاشته در سواحل دریای مدیترانه باز هم سانحه دیگر برای کشتی حامل پناهجویان راهی اروپا رخ داد واژگونی این کشتی حامل حدود دویست پناهجوی آفریقایی دستکم کم 160 نفر را به کشتن داد سازمان بین المللی مهاجرت میگوید شمار پناهجویان با توجه به ناآرامی ها در خاور میانه رو به افزایش است سازمان بینون مللی مهاجرت می گوید نزدیک به 500 پناهجو هفته پیش در آبهای دریای مدیترانه و در نزدیکی جزیره مالت غرق شدند. به گفته این سازمان بین المللی قایق حامل پناهجویان به شکل تعمدی و به دست قاچاقچیانی که سوار کشتی دیگری بودند غرق شده است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید در تهیه این گزارش با دو بازمانده فلسطینی حادثه که با یک کشتی باربری نجات یافتند صحبت کرده است. این دو پناهجوی نجات یافته شهادت دادند که قایق آنها دست کم 500 مسافر داشته از جمله زنان و کودکان و قاچاقچیان عمدن آن را غرق کردند در همین حال فلاویو دی سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در ایتالیا گفته است این دو پناهجو پس از نجات به جزیره سیسیل برده شدند و همچنین کشتی های مالتی و یونانی توانستند نه پناهجوی دیگر را نجات دهند. وی افسود اما به نظر می رسد که باقی سرنشینان این قایق همگی از بین رفته باشند. سازمان بین و مهاجرت به نقل از دو بازمانده حادثه میگوید سرنشینان این قایق که روز 6 سپتامبر از شهر ساحلی دومیات مصر به راه افتاد عمدتا سوری، فلسطینی، مصری و سودانی بودند و در طول سفر به سوی اروپا چند بار مجبور شدند که روی آب قایق خود را تغییر دهند. پیش از آنکه قایق پناهجویان غرق شود، قاچاقچیان از آنها خواسته بودند تا سوار قایقی کوچکتر شوند. به گفته دو بازمانده حادثه، قاچاقچیان پس از مخالفت پناهجویان با انتقال به شناوری کوچکتر، تصمیم گرفتند که آنها را غرق کنند. پلیس ایتالیا از آغاز تحقیقات درباره این واقعه خبر داده و گفته است نیروی دریایی این کشور در روزهای پایانی هفته نزدیک به 2380 پناهجو را در آبهای نزدیک ایتالیا نجات داده است. همزمان با اخبار مربوط به غرق این قایق در نزدیکی جزیره مالت، شناوری دیگر که حدود 250 سرنشین داشته، در نزدیکی سواحل لیبی به زیر آب رفته است. به گفته نیروی دریایی لیبی تنها 36 نفر از مسافران این شناور نجات یافتند و انتظار می رود که بیش از 200 نفر از آنها غرق شده باشند. در طول سال گذشته شمار پناهجویانی که لیبی را به مقصد اروپا ترک می کنند با توجه به نارمی های سیاسی در این کشور افزایش یافته و نیروی دریایی لیبی از امکانات لازم برای مهار وضعیت بی است. گارد ساحلی لیبی برای کنترل آبهای این کشور گاه مجبور می شود ماهیگیران را به امانت بگیرد. سخنگوی نیروی دریایی لیبی گفته است اغلب پناهجویان از کشورهای آفریقایی هستند و در میان آنها زنانه بسیاری وجود دارند. این چهارمین قایق حامل مهاجران غیرقانونی است که در یک ماه اخیر پس از حرکت از لیبی در دریای مدیترانه غرق می شود. در سالهای اخیر هزاران تن از پناهجویانی که از کشورهای آفریقایی و خاورمیانه میانه آزم اروپا بودند در آبهای مدیترانه غرق شدند. بسیاری از شناورهای حامل این پناهجویان ناایمن است و اغلب بیش از ظرفیت مسافر دارند. خبرگزاری کار ایران ایلنا خبر داده شعبه 103 دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است. این خبرگزاری ضمن انتشار تصویر حکم دادگاه نوشته این حکم در پی شکایت مدیرامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم و توهین و تهدید صادر شده است. این در حالی است که پیشتر منصور براتزاده مدیر روابط عمومی پتروشیمی رازی شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را تکذیب کرده و گفته بود یکی از ارگانهای زیربط از طرفین شکایت کرده است این چهار کارگر در اعتراضات سنفی کارگران پتروشیمی رازی در سال 92 به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات با کارفرما شرکت می کردند. یک نماینده مجلس اسلامی با بیان اینکه تنها ده درصد اموال بابک زنجانی در ایران است و این اموال نیست صاحب دارد از فشار به نمایندگان مجلس برای رها کردن این پرونده خبر داد. وزیر نفت جمهوری اسلامی پیشتر خبر داده بود بابک زنجانی با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول بیت المال را از بین برده است گفته می شود نهادهای نظامی سپاه پشت بابک زنجانی هستند نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی مدعی شد که شناسنامه و مدرک تحصیلی بابک زنجانی جعلی است به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس امیر عباس سلطانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت بعضا کسانی که پرونده زنجانی را در مجلس پیگیری می کنند تحت فشار قرار می گیرند که پرونده را رها کنید چون امیدی ندارند که به جایی برسد این نماینده مجلس از کسانی که به نمایندگان مجلس فشار می آورند سخنی به میان نیاورده است اما پیشتر وزیر نفت و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی از نهادهای نظامی و نیز برخی وزرای نزدیک به احمدی نژاد در همکاری با بابک زنجانی خبر داده بودند امیر عباس سلطانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه هم با بیان اینکه 90 درصد اموال بابک زنجانی در سایر کشورها به ویژه در ترکیه و تاجیکستان است گفت که وی بزرگترین سرمایه گذاری را در ترکیه انجام داده است. نماینده بروجن در مجلس افزود مقدار باقی مانده در ایران هر کدام صد صاحب دارد که باز پسگیری آنها کار ساده ای نیست. نماینده رشت در مجلس با بیان اینکه مستندات پرونده بابک زنجانی تحویل وی شده مدعی شد که در بررسی این مستندات تمام مدارک از جمله شناسنامه و مدرک تحصیلی بابک زنجانی جعلی بوده است آقای سلطانی پیش از این از باشگاه راه آهن و هواپیمایی قشم به عنوان اموال مشاع بابک زنجانی نام برده و گفته بود که عمده اموال وی به نام دیگران ثبت شده است همچنین غلام علی جعفرزاده از دیگر نماینده های مجلس هم پیشتر یک هتل در کیش و یک زمین در فرمانیه تهران به ارزش 1700 میلیارد تومان را از جمله اموال بابک زنجانی اعلام کرده بود محسن غمسری معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران سیزدهم تیر ماه گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهدهدار فروش بخشی از نفت خام و گاز کشور شدند نتوانستند محموله ها را به فروش برسانند و امده بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری این محموله ها در کشتی است سخنان این نماینده مجلس در حالی است که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی روز ششم شهریور از سرنوشت نامعلوم بیش از دو سوم بدهی بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی بابک زنجانی مبلغی در حدود 8600 میلیارد تومان است که کمتر از یک سوم این پول در داخل است و مابقی پول مشخص نیست که کجاست. عضو هیئت رئیسی کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اسناد همکاری رضا زراب و بابک زنجانی در ترکیه را مطالبه کرده ایم افزود رضا زراب در دادگاه گفته است که تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری از خود نداشته است رضا زراب ایرانی تبار طبعه ترکیه و ده ها تن دیگر 26 آذر ماه سال 1392 به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو از ایران به ترکیه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا زراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است. حمید حسینی خزانه اتاق بازرگانی تهران دوشنبه 24 شهریور در وبسایت خود نوشت که روز گذشته در استانبول جلسه ای دو ساعته با رضا زراب داشته وی وعده داده که محتوای گفتگوی خود با آقای زراب را منتشر خواهد کرد آقای حسینی 27 مرداد ماه نیز از انتشار مزایده فروش شرکت هواپیمایی اونور ترکیه متعلق به بابک زنجانی در روزنامه های ترکیه خبر داده و از مسئولان دادستانی و سازمان هواپیمایی خواسته بود نگذارند اموال بابک زنجانی در خارج از کشور به قارت برده شود گفتنی است بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از هفتاد شرکت و دهها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است سال گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. گفته می شود وی با همکاری برخی از سرداران سپاه در دور زدن تحریم ها و فروش نفت به رژیم جمهوری اسلامی کمک می کرد. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی با استناد به آمار سال گذشته ی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر وجود بخاری نفتی در 150 هزار مدرسه گفته است غیر استاندارد بودن مدارس می تواند هر لحظه امکان حادثه آتش سوزی در مدرسه شیناباد را تکرار کند. دکتر محمد جواد فاطمی گفته دانش آموزان در این مدارس به طور بالقوه در معرض خطر آتش سوزی و سوختگی قرار دارند و والدین باید نگران تحصیل فرزندانشان در این گونه مدارس باشند. رئیس مرکز تحقیقات سوختگی تصریح کرده است استاندارد سازی کلاس‌های درسی مهمترین عامل در پیشگیری از آتش سوزی است و و هزینه آن به مراتب کمتر از هزینه درمان سوختگی است. روزنامه شهرمند از مهاجرت خیاط ایرانی به کشورهای ترکیه و چین خبر داد. این روزنامه نوشت بعد از مهاجرت کارشناسان نفتی ایرانی حالا موج تازه ای از خروج تولید کنندگان پوشاک از کشور آغاز شده است. سیل گسترده قاچاق پوشاک نو و دست دوم به کشور و افزایش هزینه های تولید کار در ایران را برای بسیاری از فعالان صنعت پوشاک غیر ممکن کرده و باعث شده بسیاری از فعالان صنعت پوشاک ناگزیر به مهاجرت شبه. گفته می شود بسیاری از خیاطان ایرانی به استخدام بزرگترین برندهای جهانی در آمدن. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. از شما دعوت می کنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش می شود. شب و روز شما خوش.